برای همه شما یکی از بالاترین آرزوهای ما تحقق سلامتیتونه. آرزو میکنیم که اطلاعات و آگاهیمون رو همه ما اینقدر بالا ببریم تا پیشگیری بکنیم از بسیاری از بیماری ها قبل از اینکه خدای نکرده بهش دوچار بشیم. امروز در بخش پزشکی میخوایم در ارتباط با کیست و توده های سینه در بانوان صحبت بکنیم و اینکه چقدر قابل پیشگیری است، چقدر شیوع داره و چه میشه براش کرد. سکر خانم دکتر فرناز مشیری فوق تخصص زنان زایمان و نازایی در کنار ما هستن و در این ارتباط راهنمودهایی به شما میدن. اگر در این ارتباط میخواهید اطلاعات بگیرید، خواهش می‌کنم به این بحث توجه بفرمایید. خانم دکتر درود بر شما. سلام به شما بیننده عزیزم. خوبین؟ قربان شما. بسیار خوش اومدید. خسته نباشید. خیلی ممنونم. خانم دکتر درباره این کیست های سینه برامون صحبت بفرمایید. خیلی از خانم ها پرهیز میکنن از اینکه از پزشکشون بخوان که معاینه بشن. خواهش میکنم ضرورتش رو بفرمایید. ببینید کیست های سینه خیلی شایعه. البته خود کیست جدا داریم، توده سینه هم جدا داریم که اینا حتی تو سنه خیلی جوون هم ما میبینیم. خب آیا واقعا همه کیست ها احتیاج به پیگیری دارن؟ بسته به خود مدلی که خود کیست داره توی سونو و سابقه خانوادگی کسی که مشکل سینه داره میتونه پیگیری کیست متفاوت بشه. خیلی الان ما سن رو در نظر نمیگیریم به خاطر اینکه الان خیلی از مشکلاتی که واقعا خیلی میتونه وخیم هم باشه تو سنای بسیار پایین هم داره ظاهر میشه و حتی سرطان ها حداقل سنشون 10 سال اومده پایین. سرطان سینه الان تقریبا میتونیم بگیم که توی دنیا از هر 8 نفر یه نفر داره میگیره و تو بعضی از کشور از هر 12 نفر یه نفر، یعنی خیلی زیاده، یعنی تقریبا بیشتر از 1/4. اینه که لازمه که تمام کیست های سینه و تودهای سینه خیلی دقیق بررسی بشن، نه به هوا اینکه یکی جوون ما ولش کنیم به امان خدا. یعنی هر کیستی و هر توده‌ای رو در هر سنی ما باید جدی بگیم. سایزش خیلی خیلی مهمه، یعنی فرض بر اینکه یکیش کاملا اوکیه، هیچ مشکلی هم نداره، حاشیه‌اش کاملا صافه، سابقه خانوادگی وجود نداره و موردی رو ما توش پیدا نمی‌کنیم، سایزش خیلی اهمیت داره که اگر شو 4 سانت باید بریم برش داریم. چرا؟ به خاطر اینکه شانس ایجاد بدخیمی توی سایزهای بالاتر از 4 سانت شدیداً میره بالا، علارغم اینکه خودش تا قبل از 4 سانت کاملا خوبه. میمونه یه سری از واقعا کیستایی که حاشیه نامنظم دارن و یک مایعی توشون وجود داره، یعنی داخل سونوشون کاملا شفاف نیست. که اینجور کیستا به خصوص اونایی که عمقی هم باشن توی معاینه با دست واقعا ما نمیتونیم چک بکنیم. ما سطح میتونیم توی معاینه با دست چک بکنیم. البته خود معاینه که خود این تودهای سینه داره به خود سینه معاینه خاصیه که باید به هر کسی خودش آموزش بدیم که چطوری هر ماه اینو معاینه بکنه اون جدا و اینها رو بعد از همون ابتدا در به بسم الله که ما پیدا کردیم بعد پیگیری بکنیم. میمونه یه سری از اونایی که کیست نیستن و ظاهرشون کاملا شبیه به توده است. باز هم بسته به سن مریض، بسته به سابقه خانوادگیش و بسته به مشکلاتی که در کنار این داره، ظاهری که توی سینه درست کرده و سایزش، ما باید پیگیری دقیق برای توده سینه انجام بدیم. ببینید اگه توده قرار باشه سرطانی باشه حداقل 8 سال طول میکشه تا بشه 1 سانتی متر. بنابراین ما خیلی وقت داریم که بخوایم اونو پیدا بکنیم. معمولا توی معاینه با دست ما 1 سانتو پیدا میکنیم، اونم به شرطی که خیلی عمقی نباشه. اگر که بخوایم ماموگرافی دقیق دیجیتال انجام بدیم تا 0.5 سانت رو میتونیم چک بکنیم. بنابراین خیلی از چکاپ های ما میتونه که شامل هم معاینه باشه، هم سونوی مخصوصش باشه، هم ماموگرافی. اینه که یکی زیر 40 سال ماموگرافی نمیخواد، بازم دارم تاکید میکنم نه، اصلا همچین چیزی نداریم. اگر کسی واقعا سابقه خانوادگی سرطان تیروئید داره، سرطان روده بزرگ داره، تخمدان داره و رحم، حتما سینهش باید 10 سال حتی سن پایین‌تر از اون سنی که یکی از اعضای خانواده‌اش واقعا دچار یکی از این سرطان‌ها شده، باید سینه‌ش هم پیگیری بشه، حتی لازم باشه ماموگرافی هم انجام بشه. خانم تو چه سنی رو پیشنهاد می‌کنید برای اینکه رجوع کنن به شما دکتر جان؟ سن کتابی 40 ساله برای انجام ماموگرافی. منتها در هر سنی که خود شخص بعد از اینکه ما معاینه رو بهش یاد دادیم به همه خانم‌ها احساس بکنه یه اتفاق غیر طبیعی افتاده باید چک بشه. فرقی نمیکنه، ممکنه که 20 سالش باشه، یکی 30 سالش باشه، ولی معمولا سن چکاپ معمولی برای ماموگرافی رو حدودا 40 سال در نظر میگیرم. منتها تو سن خیلی پایینتر هم ما توده‌های خیلی بد سینه هم داریم. اینو من نمیگم که واقعا همه نگران باشن، ولی قاعدتا باید ما به فکر باشیم و توده‌ای رو که پیدا کردیم بعد بررسی بکنیم. یه سوال بپرسم. بله. توده‌های بدخیم توده‌هایی است که دور و برش صاف نیست، درسته؟
چقدر شما میتونید از با کنترل دست چک بکنید و این ناصافی رو تشخیص بدید؟ اگه خیلی عمقی نباشه کاملا قابل تشخیصه، چون اکثرا یه رو ظاهر سینه یه اثر میذاره، ممکنه رو پوستش اثر بذاره، ممکنه که رو خود نوک سینه اثر بذاره، ولی به هر حال ببین توده هایی که حاشیه‌شون صاف نباشه با هر سایزی، رسوب کلسیم اگر مدل های خاصی توی ماموگرافی ما ببینیم، این هم باز نیازمند پیگیری داره. حالا بعضی از این مشکلات خود سینه رو ما میگیم برن امارای بکنن، بعضی از اونها رو میگیم نه بزرگ نمایی باید بکنیم، و بر طبق هر کدوم از اینا که در میاد پیگیری مریض باید انجام بشه. و اگر خیلی شک داشته باشیم لازم هست که واقعا خود توده به درستی کامل برداشته بشه با یک حاشیه کنارش تا بتونیم درستی تشخیص بدیم، نه اینکه فقط یک نمونه با سوزن بگیریم. ببینید چون نمونه با سوزن اگر اینو ما یه دایره در نظر بگیریم ممکنه که توی این نقطه بیاد این کنارش اشکال داشته باشه، بنابراین توده های مشکوک بهتره که کاملا برداشته یعنی بشه. یعنی میبرید اتاق عمل و جراحی میکنید و کیسه تخلیه میکنید؟ نه، سر پای با بیهسی. آره، با بعضی از سونولوژیست خیلی خوب داریم که این کار انجام میدن، یا بعضی از جراح ها، ولی با گاید سونو باشه خب خیلی بهتره. منتها یه مسئله خیلی مهم، استفاده از هورمون که خیلی زیادن مریضاش که ما کیست سینه داریم، بعد یکی به ما گفته که اصلا نباید هورمون استفاده بکنه، حالا یکی از فامیلاش نشسته، حالا مادر بزرگش، فرقی نمیکنه. ببینین استفاده از خود هورمون کیستای سینه رو تبدیل به بدخیمی نمیکنه، و حتی ما میتونیم بگیم که استفاده از هورمون خیلی از کیستای خوشخیم سینه رو و کیستای تخمدان رو جلوی سرعت رشدش رو هم میگیره. یعنی قرار باشه که یه کیست تخمدان یا کیست سینه ظرف یک سال نیم سانت بزرگ بشه یا یک سانت بزرگ بشه، ما با دارو که بهشون میدیم این میشه نیم سانت. یعنی نیم سانت هم حتی کمتر میشه رشدش. پس اینی که در جامعه هست که آیا واقعا ما قرص بخوریم، مثلا قرص هورمونی بخوریم، مثلا موهامون میریزه یا مشکل هورمونی داریم، پشت سرش سرطان سینه بگیریم، اصلا درست نیست و این یه عقیده غلطه. پس بنابراین نباید نگران باشن. و اینکه آیا سرطان سینه باشه میتونه هورمون استفاده کنه یا نه، این بسته به خود نوع سرطانی که هست. اگر که 3 سال بگذره از پایان عدم عود سرطان سینه، چون معمولا اگر بخواد عود بکنه توی 2 سال یا 3 سال اول عود میکنه، اگر بگذره خود شخص رو ما حتی بهش میگیم باردار بشو. ببین باردار شدن میزان هورمونایی که توش وجود داره خیلی 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 بیشتر از حتی یک قرص که ما برای اختلالات هورمونی به بیمار میدیم. بنابراین وقتی اجازه بارداری میدیم عملا استفاده از اون قرص ها هم هیچ ایرادی نداره. و یه مسئله باز خیلی شایع دیگه این که اگر کسی مثلا مادرش گرفته یا خواهرش گرفته، آیا خودش اجازه داره که از قرص‌های هورمونی استفاده کنه یا نه؟ جواب هم مثبت، بله میتونه، منتها این خانم رو ما بیشتر باید کنترل تحت کنترل داشته باشیم سایز فیبروکیست‌های سینه‌اش رو، که بعداً خدای نکرده مشکلی پیش نیاد، و یعنی هیچ مانعی برای استفاده از قرص وجود نداره. خیلی متشکرم خانم دکتر. توی دوره بعضی از همکارای شما معتقد بودن که مثلا قهوه نخورن خانمایی که کیست ساز هستی نشون، یا شکلات نکنن. چقدر قهوه و شکلات و اینجور چیزها ممکنه؟ ببینید کیستای سینه چون عملا در اثر این هورمونایی که توی بدن ما هست ورم میکنه، دردناک میشه. و این درد در بعضیا خیلی خیلی میتونه شدید باشه، جوری که حتی زندگیشون هم مختل بکنه، یعنی اصلا نمیتونن شب بخوابن، یا حتی اگر روی سینه‌شون میافتن از خواب بیدار میشن. عملا این کاملا با درمان داروی قابل پیشگیریه. حالا یه کسی رو نمیخوایم بهش دارو بدیم، تمام چیزایی که تحریک میکنه درد سینه رو باید کم بکنیم، از جمله همین قهوه، نمیدونم سرخ کردنی، اینا رو بگیم کمتر بخوره، مثلا ماهی بیشتر بخوره، ویتامین ای بخوره، ولی به هر حال درمان خیلی زیاد هست. من تا این توصیه های غذایی واقعا موثره برای اینکه این ورم و درد سینه کمتر بشه. خانم دکتر ما 1 دقیقه وقت داریم که من خواهش میکنم در اختیار شما باشه، هر نکته ای در این ارتباط لازم میدونید برای عزیزان ما بفرمایید. اینه که من به مامانا توصیه میکنم که حتما هم خودشون هم دختراشون بیان برای چکاپ سینه، ممکنه که بگیم سالی یه بار بیان، ممکنه که لازم باشه دورش کوتاه‌تر باشه، و پیگیری ها رو به عهده پزشک بذارن. و این معاینه‌ای که ماه به ماه خود بیماران انجام میدن و ما بهشون یاد میدیم، چون چند طریق مختلف داره، خیلی خیلی موثره در اینکه تغییرات رو هر شخص تو خودش خیلی بهتر از حتی پزشک ببینه. چون هر ماه داره معاینه میکنه، کاملا بافت سینش دستشه و میدونه که اگر اتفاقی افتاد، یه چیز غیر طبیعی دید، سریعا به پزشک مراجعه بکنه و ما بتونیم زودتر اگر مشکلی هست بتونیم درمانش بکنیم. زمان خاص
خاصی داره کنترل کردن توده ها؟ بله حتما، بهترین زمانش بعد از اتمام پریود هست، چون ورم سینه خیلی کم شده و سایز فیبروکیستیکا کوچیک‌تر هست و خود بافت سینه هم تورم کمتری داره، بنابراین معاینش خیلی ارزش بیشتری خیلی داره. خیلی متشکرم. خیلی نکات خوب و کلیدی رو فرمودین. ان شاءالله بتونیم زودتر ببینیم. قربان شما، خدا نگهدارت. دوستان بسیار عزیزم، خواهش میکنم خانم ها، دخترای جوان به خصوص و بانوان، حتما روش های معاینه شخصی رو یاد بگیرید. فکر میکنم در فضای مجازی خانم دکتر تایید میفرمایید که هست کنترل کردن. بله اشکالات زیاده، ولی باز از هیچی بهتره. حتما کنترل بفرمایید و حتما به پزشکای مخصوص زنان مراجعه بفرمایید. من میشای فقط یه چیزی که آیا توی بارداری ما میتونیم ماموگرافی بکنیم؟ بله. آیا اشعه ماموگرافی خیلی زیاده اصلا؟ یعنی اونقدر زیاد نیست که یک شخص نتونه چندین بار ماموگرافیش رو تکرار بکنه. خیلی متشکرم. ممنونم. مثل همیشه عالی. دوستان عزیزم خواهش می‌کنم به فرصت جابجایی بدید، بریم به بخش هنری برنامه.